جنگ شعر از مجموعه تولیدات پایگاه علمی ادبی و فرهنگی شریعتی دات کام sharriaty.com من مست می و عشقم، هوشیار نخواهم شد و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. امروز چنان مستم از باده دوشینه تا روز قیامت هم هوشیار نخواهم شد. از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم شد و از یار به هر زخمی افکار نخواهم شد. مرا حالیست با جانان که جانم در نمی گنجد، مرا سریست با دلبر که در دل بر نمی گنجد. خرابات است و ما سرمست و ساقی جام می بر دست، در این خلوت سرای دل بجز دلبر نمی گنجد. چه غوغاییست درد او که در هر دل نمی باشد، چه سوداییست عشق او که در هر سر نمی گنجد. دلم عود است و آتش عشق و سینه مجمر سوزان، ز شوق سوختن عودم در این مجمر نمی گنجد. عزم آن دارم که امشب نیمه مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. تا کی از تزویر باشم رهنمای، تا کی از پندار باشم خودپرست. پرده پندار می باید درید، توبه تزویر می باید شکست. هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر، ای عجب، یاد عالم می کنیم اما فراموشیم ما.
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، شمع داند که جان دادن پروانه ز چیست. میروم از کویش اما تاب تنهاییم نیست، گر شکیبایی توی دل من شکیباییم نیست. یک نظر دیدیم رویش را و از خود رفته ایم، فرصتی تا بار دیگر ما به خود آییم نیست. چون حبابی دیده بکشودیم و در دریا شدیم، هرچه هست از اوست، حرفی از من و ماییم نیست. بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست، غم دل با که توان گفت که غمخواری نیست. یارب این شهر چه شهریست که صد یوسف دل به کلافی بفروشند و خریداری نیست. فکر بهبود خود دل بکن از جای دیگر، کاندر این شهر طبیب دل بیماری نیست. زندگی بی چشم تو رنج.
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، گردان شمع طرب می سوختم پروانه وار، پایان سرو روان اشک روانی داشتم، آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود، عشق را از اشک و حسرت ترجمانی داشتم، چون سرشک از شوق بودم خاک بوسه درگهی، چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم، در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم، درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دلبندی، به لبش ننشیند لبخندی. سپیده دم شکفته شد لبم زهم، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. همچنان که عاقبت پس از همه شب بگذار که چون ناله مرغان شباهنگ در وحشت و اندوه شب تار بمیرم، بگذار که چون شمع کنم پیکر خود آب، در بستر اشک افتم و ناچار بمیرم، من میرم از این درد که جان دیگرم نیست، تا از غم عشق تو دیگر بار بمیرم، تا بودم ای دوست وفادار تو بودم، بگذار بدین گونه
وفادار بمیرم. بردی از جانم دادی بر باغم با یادت شکرم دل به تو دادم دردام افتادم از تبازارم همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. Yeah.
Thank you.
جنگ شعر از مجموعه تولیدات پایگاه علمی ادبی و فرهنگی شریعتی.com shariaty.com تقدیم به روان پاک همسر نازنینم افسانه. اشعار از عراقی شاه نعمت الله ولی، عطار، رهی معیری، پرتو بیضایی، عماد خراسانی، بیدار، همای شیرازی، توحید شیرازی، سیمین بهبهانی و فسیح‌الزمان رضوانی. متن این اشعار و نیز سروده های دیگر را می توانید در پایگاه اینترنتی شریعتی.com مشاهده کنید. www.shariati.com shariati.com مظفر شریعتی، دیماه 87. از رودکی تا حافظ. اما حافظ گرچه افکار خیام رو داره، اما برخلاف خیام امید رو به کلی قطع نمی کنه و نقطه امیدی هرچند به صورت شک در مقابل خواننده اشعارش قرار داده. اما خیام یک دانشمند و ریاضیدان منجمه و ذهن کنجکاوش در تلاش حل منطقی معماهای جهانه و بنابراین مانند یک ریاضیدان با قضایا برخورد کرده و به دنبال پرده برداری از اسرار اون بوده و با قاطعیت و در کوتاه‌ترین نوع شعر و درست مثل یک فرمول ریاضی نظراتش با قاطعیت بیان کرده و جای هیچ شک و تردیدی رو هم باقی نگذاشته. خیام میگه آورد به استرابم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن مقصود. اما حافظ که شاید هیچ کنجکاوی و علاقه و یا اعتقادی به جنبه علمی و ریاضی قضیه و حل علمی این معماها نداره، میگه که حدیث از مطرب و میگوی و راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. از رودکی تا حافظ. اما با وجود این حافظ چیزی گفته
که فکر نمی کنم هیچ متفکر و محقق و دانشمندی در جهان در آخر سر به اون نرسه. حافظ میگه در فراق یار. اما راستش فکر کردن به این مسائل هیچ فایده ای نداره. هرچی بیشتر فکر کنی بیشتر زجر میکشی. یادت همیشه میگفتم من درد اندیشیدن رو به آرامش جهل ترجیح میدم؟ اما اگه به هیچ کس نگی، فقط در گوش خودت میگم که ولی خوش به حال اونایی که هیچی نمیفهمن. راستش حالا میفهمم که چرا اینقدر حافظ و خیام از می حرف میزنن. می یعنی نفهمیدن. می یعنی بیخیال. در فراق یار. سخن. ارزش انسان به کارهایی نیست که به سبب حوادث انجام می‌دهد، بلکه به سبب کارهایی است که به رغم حوادث انجام می‌دهد. بخشیدن دشمنان آسان است. اگر می‌توانی دوستت را ببخش. جنگ شعر. تا بودم ای دوست وفادار تو بودم، بگذار بدین گونه وفادار بمیرم. بردی از جانم دادی مردانم، با یادت شکرم دل به تو دادم. جنگ شعر. آنها که کهن شدند و آنها که نواند، هر یک به مراد خیش یک تک بدوند. وین ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. در جستن جام جم جهان پیمودم، روزی ننشستم و شبی نغنودم. ز استاد چون راز جام جم بشنودم، آن جام جهان نمای جم من بودم. گزیده ای از رباعیات خیام. ساعت درس مدرسه در دو نوبت صبح و عصر بود و این یعنی چهار بار حرکت در مسیر خانه تا مدرسه، که از بدترین و تلخترین ساعت روز و عمر من بود، زیرا در این فاصله نگاه هایی که زجرم می دادند دیگر محدود به بچه ها و معلم های مدرسه نبود. در خیابان هزاران چشم وقیحانه و با خنده های مشمئز کننده براندازم می کردند. مرا به یک دیگر نشان می دادند و پوزخند می زدند. خنده ای که هرگز نتوانستم بفهمم برای چیست. برخی وقتی که از کنارم رد می شدند نگاهم نمی کردند، اما وقتی از من دور می شدند بر می گشتند و مدتی مرا برانداز می کردند. و این را من با تمام وجودم احساس می کردم،
اگرچه پشتم با آنها بود. راستی چرا باید روح بیگناه من در چنین قالبی محبوس می شد؟ و دلیل خنده های این مردم چیست؟ خنده هایی که خاطره های تلخ آنها خندیدن را برای همیشه از من گرفت و در همان سنین کودکی من را به این فکر انداخت که ای کاش من هم مانند هزاران کودک دیگر هرگز به دنیا نمی آمدم.